سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ برگشتیم با یک دیگه از ویدیوهای رد آرمی نیشن. امروز یه ویدیو کاملا متفاوت، فکر کنم برای اولین بار توی یه کامیونیتی فیفا میخوایم این کار رو انجام بدیم. میخوایم پیشبینی لیگ جزیره رو انجام بدیم، پریمیر لیگ رو برای سال 2022-23. جمعه اولین بازی برگزار میشه. امروز که این ویدیو پخش میشه پنجشنبه است. اینجا من میخوام دعوت بکنم از تمام کانتنت کریئتورایی که حالا چه با من کار کردن چه هنوز من افتخار نداشتم باشون کار کنم، از این پریمیر لیگ پریدیکشن یا از این پیشبینی لیگ جزیره استفاده بکنن. حالا اگه بخوان ریاکت بکنن به این ویدیو که چه عالی، اگرم نه یه همچین ویدیویی درست بکنن که پیش بینی بکنن لیگ جزیره رو قبل از شروع بازی ها یا اگه ممکنه بعد از هفته اول این پیش بینی رو انجام بدن، بذارن تو چنلشون. در آخر لیگ من خودم به شخصه میخوام برگردم نگاه بکنم به پریدیکشنم، به این پیش بینی که کردم و نمره دهی بکنم. این دعوت بالی، چالش قشنگه، وقت زیادی هم نمیگیره، زب بکنیم بندازیم تو چنلامون، همه با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم کدومون بهتر پیش بینی کرده پریمیر لیگو. آقا این کارو هر سال بکنیم هم جالب میشه. توی کشورهای دیگه یوتیوبرها همیشه این کارو انجام میدن هر سال و پریمیر لیگو پردیکت میکنن، چرا که ما این کار نکنیم؟ ما چیمون کمتر از اوناست؟ آقا بریم این ویدیو رو ببینیم، برگردیم. من اینجا یه دونه لیست درست کردم، از اول چمپیون لیگ که دوم سوم یا چهارمه، یوروپا لیگ که پنجم یا ششمه، یوروپا کانفرانس که هفتمه، بعد میگیم تاپ 7 یعنی هشتم، نهم، دهم. از بین 20 تا این سه تا تیم توی تاپ 7 قرار میگیرن. می تیبل همیشه جای سیفیه که نه تیمایی که نه میرن بالاتر نه به حالا کنفرانس میرسن، یوروپا کنفرانس میرسن یا به یوروپ لیگ میرسن یا به چمپیونز لیگ و از اونم به لگیت نمیشن. می تیبل یه جای خیلی سیفیه که اگه تو اون جا باشین همیشه تو پریمیر لیگ هستین، مثل تیمایی مثل وولفز، لستر، تو قدیم و مثلا فکر کنم پارسال لیدز هم تو همون گروه قرار گرفت و تیمای 11ام، 12ام، 13ام و 14ام جدولن. ریلیگیشن بتل اونجاییه که توی خطر سقوط هستن اون تیم‌ها و تیم‌های 15ام، 16ام و 17ام جدوله و ریلیگیشن زون اونایی هستن که تیمایی که سقوط میکنن، سه تیم هر سال از پریمیر لیگ سقوط میکنن و سه تیم میان جاش، 18ام، 19ام و 20ام تیم‌های سقوط کننده پریمیر لیگن. من زاویه دوربینم هم عوض کردم، این نوره میخوره توش، اگه اینجوری میکنم ببخشید. خب نمیخوام احساسی برخورد بکنم بگم منچستر آقا قهرمان میشه، چون این واقعی نیست. من از آخر میخوام شروع کنم و بیام به اول برسم. تیم آخر یعنی 18ام، 19ام و 20ام فعلا من تیمایی که فکر میکنم تو هر جای قرار میگیرن میذارن، بعد مرتبشون میکنم به اون ترتیبی که فکر میکنم. اول از همه توی ریلیگیشن فکر کنم ساوثهمپتون یکی از اون تیمایی باشه که بره توی ریلیگیشن و سقوط بکنه. تیم بعدی که احتمالش خیلی زیادتر هست نسبت به بقیه تیم‌ها، تیم دومی که انتخاب میکنم فولامه و ای اف سی برنموث. این ستا فکر کنم تیمایی هستن که ریلیگیت میشن. حالا ترتیبشو درست انجام میدم. اونایی که توی ریلیگیشن بتل هن، یعنی ممکنه هی بیان پایین، هی بیان بالا، هی بیان پایین، هی برن بالا، یکیشون 100% اورتونه، چون خرید آنچنانی نکرده، یکی از بهترین گلزناش رو از دست داده فعلا. فعلا این موقعی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم هنوز اون تیمی که باید نیستش اورتون. تیم بعدی که توی این ریلیگیشن بتل بین 15ام، 16ام و 17ام میذارم، فکر کنم کریستال پالاس یکی از اون تیمایی باشه که توی ریلیگیشن بتل خواهد بود. دوباره اونقدر بازیکن بزرگ نه، یه ویل هیوز گرفت که اونم از واتفورد بود که اونم بازم ریلیگیت شد. و تیم دیگه‌ای که فکر کنم تو ریلیگیشن بتل بمونه ناتینگهام فورسته، ولی تو پریمیر لیگ میمونه ناتینگهام فورست. دو تا دلیل داره، بازیکنایی که گرفته بازیکنای بدی نیستن و توی نقل و انتقالا خوب کار کرده. توی نقل و انتقالا جسی لینگارد گرفت، نیکو ویلیامز از لیورپول گرفت، نیاکاتر گرفت از مینز فکر کنم اسم تیمشه و هندرسون هم به عنوان دروازه‌بان گرفت. یه سری بازیکنایی رو گرفت که میتونه به تیم کمک بکنه و توی پریمیر لیگ نگرشون بداره. تیمایی که می تیبلن و سیفن، برنتفورد فکر کنم تیم سیفی باشه فعلا. یه ذره من الان شک دارم بین اورتون و برنتفورد، ممکنه برنتفورد رو بذارم توی ریلیگیشن. برنتفورد هنوز فکر کنم
شانس داره، ولی یکی از بزرگترین و اساسی ترین بازیکناش کریستیان اریکسون رو از دست داد و این ممکنه نتونه به یوروپا کانفرانس یا تاپ 7 این برسه. وست هم یکی دیگه هستش که کامفورتبل توی می تیبل میمونه. وولفز دوباره یکی دیگه از تیمایی هستش که این دوتا، مثلا برنتفورد بیشتر بازیکن از دست داد تا بخواد بازیکن بگیره. از اونور وست هم رو نگاه بکنیم، وست هم یونایتد هم اونقدر فعال نبود توی نقل و انتقالات. یه آرئولا بود که از پاریس سن ژرمن گرفت به عنوان دروازه‌بان و یه کورت زوما، این دوتا رو گرفت. میرسیم به قسمت بالای جدول، هشتم، نهم و دهم. هشتم، نهم، دهم، لیدز یکی از تیم هاست، لستر یکی از تیم هاست و خواستم بگم برایتون، ولی فکر کنم نیوکاسل بهتره این آپشن رو بذارم براش. نیوکاسل یکی از تیم‌های پولدار لیگ جزیره الان نیوکاسله. لیدز بازیکنای خیلی خوبی رو از دست داد، تا اونجا که میدونید بازیکن به منچستر سیتی از دست داد، اون هم بازیکن به بارسلونا از دست، رافینیا رفتش، کراسول رفت میلول، کالوین فیلیپس رفتش منچستر سیتی، بازیکنایی که خیلی تأثیر داشتن توی تیم از دست داد. و تنها کسی که گرفت بازیکن از فراینورد رو گرفت، سینیسترا اگه اسمشو درست میگم. لستر از اون ور هنوز که هنوزه جیمی واردی اونجا داره براشون گلزنی میکنه، جیمی واردی رو داره، ولی بازیکن خیلی بیشتر از همه پریمیر لیگ تیم ها از دست داد و فقط دو نفر رو گرفته، یکی لوکمن رو گرفته، یکی وسترگارد. وسترگارد از ساوثهمپتون اومد و لوکمن هم از لایپزیگ اومد. میرسیم به یوروپا کانفرانس. خیلی ممکنه براتون عجیب باشه، ولی فکر کنم برایتون تیم هفتم جدول میشه. برایتون تیمیه که موقع که جهان بخش توش بود خیلی نزدیک از پریمیر لیگ حذف بشه، ولی الان نقل و انتقالای خوبی انجام داد و یه سری بازیکنهای جوان آورد. حالا اینجا بحث زیباییه که توی قسمت بالای جدول پنجم ششم، دوست دارم استون ویلا و تاتنهام رو اینجا بذارم. تاتنهام حتی میتونه به چمپیون لیگم بره. الان من احساس میکنم تاتنهام رو بذارم توی رنکی که چمپیون لیگ میره. برای چی؟ یه دلیل خیلی ساده دارم. بازیکنهایی که تاتنهام خرید، حالا بازیکنها که نه، ولی بازیکنی که تاتنهام خرید به عنوان یک اتکر در کنار هریکین، ریچارلیسونه. ریچارلیسون میتونه خیلی موفقیت آمیز باشه براشون. و از اونور بیکسوما رو خرید، ایوست بسوما از برایتون خرید، لنگلتو از بارسلونال گرفت. حالا دفاع آنچنان خوبی نیست، ولی اون اکسپریانس رو به تیم میاره. کنته تیم که میسازه میره برای چمپیون لیگ و مطمئنم تاتنهام توی چمپیون لیگ هست. آستون ویلا با اینکه من خب همه میدونید منچستری ام و زیاد از استیون جرارد و برابچ خوشم نمیاد، ولی استون ویلا یه تیم خیلی خوبیه. کوتینیو رو داره، کوتینیو میتونه بازی سازی فوق العاده ای داشته باشه. دیگو کارلوس رو گرفتن از سویا. این 5 تا تیم تکلیفشون خیلی ساده است. الان من هر کیو نگاه کردم زرتی برداشته منچستر سیتی و گشته قهرمان. من این فصل فکر نکنم منچستر سیتی قهرمان بشه. بازی های پیش فصل رو که دیدم، البته خب خیلی وقت بازی پیش فصل هیچ تأثیری ندارن توی نتیجه، ولی اونجوری که من دیدم بازی هایی که انجام داده زیاد اون ترکیب طلایی نبوده. هالند هم گرفتن، بازیکن خیلی خوبی هم هست، ولی هنوز لینکتی نداره. شاید وسط فصل یه چیزی عوض بشه و پپ گواردیولا کاری بکنه که پپ گواردیولا میکنه و همه چی عوض بشه دوباره، ولی من خودم فکر میکنم توی چمپیون لیگن و اول نیستن. از اون ور من میگم چلسی هم به یوروپا لیگ میره و به چمپیون لیگ راه پیدا نمیکنه. دلیلش خیلی ساده است. چلسی هر بازیکنی که اومد بگیره بارسلونا گرفت. چلسی یه کولیبالی داره، کولیبالی که امسال مثل که شماره 26 هم میپوشه، شماره جان تریو. کولیبالی رو گرفت، رحیم استرلینگ رو گرفت. حالا بریم سراغ تیم محبوب من منچستر و من فکر کنم منچستر اگه چهارم نشه پنجم میشه، یعنی ممکنه جای چلسی و منچستر عوض بشه حالا یه جایی، ولی فکر کنم منچستر الان درست منچستر هیچ کاری نکرد توی
فصل نقل و انتقالات و اعصاب ما رو خورد کرد به عنوان یک هوادار. ولی به نظر من تنهاگ با گرفتن مارتینز به عنوان یک دفاع وسط خیلی خوب یه ذره از اون التهابی که همه هوادارا داشتن نسبت به سنتر بک از بین برد. مارتینز و واران اگه واران مصدوم نشه میتونن یه دفاع فوق‌العاده باشن. حتی مگوایر هم کنار مارتینز با اینکه سوتی میده ولی مارتینز میتونه جبران بکنه اون سوتی ها رو. از اونور مالاسیا رو گرفت با عنوان لفت بک که میتونه سنتر بک بازی کنه، لفت وینگ بازی کنه، خیلی خوبه. کریستیان اریکسن هم با عنوان سی ام گرفت. هنوز فصل نقل انتقالات تموم نشده. رونالدو هم که همیشه توی اینه که بخواد بره بخواد نره. به نظر من به عنوان یک منچستری میگم آقا کریستیانو رونالدو رو بدیم بره، تا اگه میتونیم آنتونی رو هنوز تا دیر نشده بگیریم. آنتونی رو اگه بگیریم از آژاکس خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. ولی من خودم با استایل بازی که از منچستر دیدم، آقا تیم دوم منچستر چه قوقایی داره میکنه، جوانای تیم خیلی قشنگ‌تر دارن بازی میکنن. اقبال زیدان، اقبال البته اسمش، چارلی ساویج رو داره، پلستری رو داره، دیگه کی بود، مارتینز خودشم جوونه، اونم تقریبا اینو از بازیکنای جوون تیم حساب میشه. و لرد هم بازی کرد، بازیکن با تکنیکی بود که خوبم بازی کرد. اون بازیکن اوروگوئه هم که گفتم پلسترینیو. میگم رونالدو الان با این حاشیه‌ای که داره برای تیم ایجاد میکنه ممکنه ذره نوسان بیاره، ولی با اون جوری که من از تن هاگ دیدم باج نمیده به بازیکن. ممکنه خیلی سریع رونالدو رو بذاره کنار و حتی به عنوان بازیکن خیلی ارزان‌تر از اون قیمت ولیوش بفروشه بره. کسی که به فکر تیم نیست و میخواد فقط تو چمپیونز لیگ بازی بکنه، فکر نکنم الان اینجای کار به درد منچستر میخوره. به عنوان منچستری دارم میگم. خیلی جالبه براتون بگم که من فکر کنم آرسنال قهرمان میشه. سوتی داد از لیورپول آدم حساب نکردم من اینجا. آقا من میگم آرسنال اول میشه، قهرمان میشه. دلیل خیلی بزرگم دارم. نه اینکه به خاطر اینکه بخوام بگم منچستر سیتی نشه قهرمان، نه. آرسنال هم یه سری از بازیکنایی که گرفته از منچستر سیتی گرفته، زینچنکو رو گرفته، هسوس رو گرفته از منچستر سیتی، از اونور ویرا رو از پورتو گرفته، مارکینیوش از ساو پائولوی برزیل گرفته، بازیکن جوون آورده، ترکیب جوون، هسوسی که دوست داره خودش بیشتر ثابت کنه به عنوان گلزن اول تیم میتونه خیلی 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 کمک بکنه و شاید امسال سالی باشه که آرسنال قهرمان بشه. من میگم نایب قهرمان منچستر میشه، منچستر سیتی البته. منچستر یونایتد سوم میشه. بذارید من جای لیورپول هم درست کنم تا هواداران لیورپول عصبانی نشدن. حالا فقط مونده جابجاییشون، دلیلام هم گفتم برای چی. خلاصه این نظریه که من دارم نسبت به پریمیر لیگ. شما نظرتون رو بنویسین، آخر فصل برمیگردیم نگاه میکنیم ببینیم کدوم یک از اینا درست بوده. شاید من امتیازم خیلی داغون باشه، اصلا یهو دیدی برنتفورد اومد قهرمان شد، سخته این اتفاق بیفته، ولی این نظری که من دارم. دمتون گرم تا اینجا بودید با ما. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. توی کامنتاتون بگید نظراتتون که چه تیمایی به نظرتون و در کجای جدولن. من سعیم تا اونجا که میتونم بر اساس احساسم نرم جلو. میدونم منچستر رو گوشتم سوم الان، تا اونجا که میدونم اولین سالی که میخوایم این پیش بینی رو انجام بدیم. سال دیگه خب یه ذره اطلاعاتم بیشتر میشه، میتونم بهتر پیش بینی بکنم. این نظر شخصی منه. دمتون گرم تا اینجا با ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ببینیم تا آخر این ماه ما به 3000 تا سابسکرایبر میرسیم یا نه. من یه سری ویدیوهای شورتس دارم میذارم. شورتس هامو سعی میکنم ربطی به فیفا نداشته باشه، یه ذره متنوع باشه. من توی این مدت، توی یک دو ماه آینده سفر باید برم برای کارم خیلی زیاد و سعی میکنم از شهرهایی که میرم یا از جاهای مختلفی که میرم یه سری ویدیوهای شورت باحال بگیرم، حالا یک دقیقه که بیشتر نیست. از همه کانتنت کریئتورایی که به دعوت من این کار انجام میدن تشکر میکنم. ایشالله هر سال بهتر و قویتر این کانتنت های فیفایی مونو ببریم بالا. دمتون گرم. هلاک.